محمد جواد اکبرین روزنامه‌نگار از پاریس با ماست. نادر آقای اکبرین که اینقدر روشن خامنه ای تایید بکنه که نتیجه انتخابات نشون دهنده این هستش که چقدر مشارکت پایین بوده. به نظر میاد که این مرگ رو به تب دست کم پذیرفته. وقت شما بخیر. بله، دچار یک پریشانی تحلیلی و منطقی است. یعنی اگر شما از اول اعلام بکنید که هر کسی که توی انتخابات شرکت میکنه رأیش لزوماً به معنی تایید نظام نیست، میتونه مشارکت انتقادی داشته باشه، میتونه به کسی رأی بده که مثلا از شعارهای نظام دورتره و اتفاقا رأیش نقد به نظام یا حتی نفی نظام. اگر شما این منطق مثلا داشته باشی، اون وقت میتونی بگی که اگر کسی تو انتخابات شرکت نکرد لزوماً به معنی نفی نظام حاکم نیست. اما اگر شما اون طرفشو گفتی هر کس که تو انتخابات شرکت کرد حتما به نظام رأی داده، اون وقت وقتی چون این رسوایی اتفاق میفته نمیتونی بگی اونایی که رأی ندادن کسانی هستن که مثلا نمیشه دربارشون گفت که اینا نظام رو قبول ندارن. ببینید، این چندمین باره که این رسوایی داره اتفاق میفته. وضعیت داره طوری میشه در این موارد مشابه که مخاطب جامعه بر اساس منطق خود علی خامنه ای مقابل او میسته. مثلا در ماجرای شلیک به هواپیمای ایرباس، وقتی آمریکا گفت خطا بوده، اشتباه بوده، علی خامنه ای چی گفت؟ گفت غلط کردید، اشتباه کردید، و گفت باید تاوان پس بدن. خب طبیعتا وقتی جمهوری اسلامی سپاه شلیک میکنه به هواپیمای اوکراینی و سپاه میگه ما شلیک خطا و اشتباه بوده، طبیعیه که مخاطب به او بگه غلط کردید، اشتباه کردید، باید تاوان پس بدید. در این موردی هم که الان توش هستیم دقیقا همین اتفاق افتاده. موارد دیگری هم هست که مثلا مثل شرکت در انتخابات، وقتی نوبت به آمریکا رسید، در اون ویدئوی معروف میگه وقتی 40% مردم تو انتخابات شرکت میکنن، این معنیش، این رسواییه، این معنیش اینه که مردم اون کشور به نظامشون اعتقاد ندارن. این جمله علی خامنه ای راجبه یکی از ادوار انتخابات آمریکا. وقتی شما اینو میگی، امروز که به گواهی خود نظام، تازه بر فرض که این آمار رو بپذیریم، 60% شرکت نمیکنن، همون مردم بر اساس حرف و منطق خودت میان به تو میگن که معنیش این هست که ما نظام رو قبول نداریم و به نظام اعتقاد نداریم. بنابراین این از جمله موارد رسوایی علی خامنه ای در منطقش هست که جامعه طبیعتاً با منطق خود او بهش پاسخ. آقای اکبرین، یک تیکه دیگه از حرفای خامنه ای رو هم میخوام پخش بکنم. آقای خامنه ای در بخش دیگری از همین صحبتاش گفته که مشارکت مردم در انتخابات برای جمهوری اسلامی پشتوانه است تا به گفته او برنامه هاش رو تحقق بده. این رو مکرر عرض کردیم، مشارکت مردم برای نظام جمهوری اسلامی پشتوانه است، مایه آبروست، مایه سربلندی است. اگر چنانچه مردم مشارکت واضحتر و بهتر و روشنتری داشته باشند، نظام جمهوری اسلامی این توانایی رو پیدا خواهد کرد که حرف خودش و نیات خودش و مقاصد خودش رو چه در داخل کشور چه در مجموعه امتداد راهبردی کشور تحقق ببخشه. آقای اکبرین، بالاخره خود رهبر جمهوری اسلامی، مشاوران دوربرش، تکنوکرات هایی که احیانا دوربرش هستن، بالاخره احمق که نیستن، تهش میفهمن وضع خیلی خرابه. اگر همین ارقامی که منتشر کردن هم درست باشه، 60% بالای 60% در انتخابات شرکت نکردن، تازه اون درصدی هم که شرکت کردن یکی از نامزدهایی که ممکنه بعضی ها فکر بکنن که نظام رو میتونه به چالش بکشه بهش رای دادن، یعنی کل نظام جمهوری اسلامی رو رای دهنده ها و کسانی که رای ندادن به چالش کشیدن. ببینید، این منطق حکومت های استبدادی است. یعنی طبیعت اونهاست که اونها میگن ما ترجمه میکنیم کلمات رو و ما تفسیر میکنیم حوادث رو. مثلا شرکت در انتخابات چه معنایی دارد؟ من میگم چه معنایی دارد. اگه فردا شرکت نکردن، بازم من میگم چه معنایی دارد. عملا این کاری است که علی خامنه ای کرده. البته این بخشی که شما پخش کردید یه جور در واقع پوشاندن جمله ای است که قبلا گفته. تو این جمله ای که الان شما پخش کردید، اون میگه اگه مردم بیشتر مشارکت بکنن
این پشتوانه یه برای آبروی نظام، در حالی که قبلا اینو نگفته بود. قبلا گفته بود آبروی نظام بستگی داره به رأی مردم. این دو تا جمله با هم فرق می‌کنه. جمله‌ای که الان شما پخش کردید معنیش اینه که خب حالا اگر کمتر شرکت کردن معنیش این نیست که نظام دیگه بی آبرو شده. اگه بیشتر شرکت میکردن پشتوانه آبروی نظام، یعنی آبروش بیشتر میشه. خب همچین حرفی که طبیعتا نمیزد آقای اکبر، مشخصه که میخواد بالاخره حفظ ظاهر بکنه، اما در پشت پرده به نظرتون چه داره میگذره الان در بیت؟ چه برداشتی دارن از وضعیت؟ دست کم آنچه که ظاهره این هست که داده هایی که به او منتقل شده داده های غلطی بوده، یعنی این اعترافی است به این که اون مجموعه نظرسنجی های عمدتا حکومتی که تا به حال نظرسنجی میکردن عملا نظرسازی میکردن و الان که دنبال جامعه شناسان میگرده که اون رو تفسیر بکنه. این اشتباه رو قبلا هم کرده ها، تقریبا 10 روز قبل از دوم خرداد سال 76 علی خامنه‌ای توی سخنرانی در دیدار با خانواده‌های شهدا مشخصه های شعارهای خاتمی رو بدون اینکه اسمش رو ببره میاره و بعد میگه ملت ما به چنین کسی قطعا رأی نخواهد. یعنی داده ها بهش میگفت که او رأی نمیاره. بعدن تو خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی آمده که در دیدار با علی خامنه‌ای 3 شب قبل از انتخابات، اگه درست یادم مونده باشه، خامنه‌ای به او گفته که گفته میشه انتخابات میره مرحله دوم، یعنی داده ها تا روز آخر بهش داده های غلطی بوده. اگر همین رو ما گسترشش بدیم معلوم میشه که داده های اقتصادی، داده های فرهنگی، داده های امنیتی، داده های اجتماعی هیچ کدوم قابل اعتماد نیست. اگر یه داده ای با این شفافیت و روشنی چنان غلط به او داده شده که نتیجهش این رسوایی بوده، سایر داده ها هم وضعش ممکنه همینطور باشه و این نشون میده که اعتماد به نفس او در اداره کشور اعتماد به نفس کاذبیه و همین تجربه کافیست برای اینکه معلوم بشه چرا کشور به این تباهی رسیده و او همزمان با این تباهی اعلام میکنه که ما داریم به قله ها نزدیک. جالب این نکته رو میگه. اتفاقا در همون بخش اول حرفاش که پخش کردم هم اشاره میکنه که بسیاری از کارشناسان تصورشون این بوده، احتمالا کارشناسان خود نظام رو میگه، که میزان مشارکت بیشتر از اینها میبایست میبود. چقدر فکر میکنید که اتفاقا این لحظه وقتی میبینه که چنین اتفاقی افتاده، اینقدر میزان عدم مشارکت بالا بوده، ممکنه اون لحظه لباس پادشاه براش باشه که بفهمه پادشاه لخته؟ ما از دور اینطور میبینیم، یعنی ما از بیرون که نگاه میکنیم عملا این رو میبینیم، اما او چطور فکر میکنه؟ سوال شما احتمالا این هست که او چطور فکر میکنه. او توی این ماجرا کاملا ایدئولوژیک نگاه. ببینید بحث مشروعیت که میشه، اینا چی میگن؟ میگن مشروعیت نظام به مردم نیست، مشروعیت از جانب خداست، مقبولیت از مردمه. این معنی این مبنا اینه که اگر حالا یه روزی مردم شما رو قبول نداشتن، اون مشروعیت از شما ساقط نمیشه. ما همچنان از طرف خداوند مشروعی، مردم ما رو قبول نداشتن، اون وقت به روش‌های دیگری رو میاریم برای اینکه بتونیم حکومت رو حفظ بکنیم. یادمون نره که صیاد شیرازی که سالها پیش ترور شد، در یه سخنرانی معروفی در پاسخ به یکی از منتقدان در شهر قائم شهر، در یک سخنرانی یکی بلند میشه میگه خب ولی آمارها نشون میده که شما مثلا 30% هوادار شما، طبیعتاً این حرف مال نزدیک 3 دهه پیشه. صیاد شیرازی میگه هنر ما این است که با همون 30% بقیه کشور رو اداره میکنیم. الان هم همین جوره. کسانی که تصور مشروعیت الهی دارن به نفعشونه که مردم اونها رو قبول داشته باشن تا بتونن باهاش بز بدن. رأی مردم ویترین مشروعیت اوناست. اما اگر نشود لازم باشه، آبان 98 هم پیش میاد، جنبش زن زندگی آزادی و کشتار 1401 هم پیش میاد، اتفاقات دیگه هم پیش میاد، همه تلاششون رو میکنن برای اینکه به هر قیمتی این حکومت رو حفظ بکنن و طبیعتاً حوادث رو هم اونجور که خودشون دوست می‌دارن تفسیر و تحلیل بکنن. خب همونطور که خودتون فرمودید، حفظ نظام براشون اولویت بسیار بالایی است. در چنین فضایی فکر نمی‌کنید که ممکنه دوباره بخوان مروری بکنن بر سیاست‌های فعلیشون که چه شده که تا این اندازه حکومت منفور شده؟ طبیعتاً به این فکر میکنن، اما مسئله اینجاست که علاجی که انتخاب میکنن
چه علاجی است؟ ببینید شما یه وقت میبینید مردمت قبولت ندارن، بعد می نگاه میکنی در حکومت های دموکراتیک این طوره دیگه، میای نگاه میکنی میبینی که مردم چه چیزهایی رو از من نمیپذیرند یا تحمل نمیکنند. اصلا شما بگو چیزهای خوب جامعه تحمل نمیکنه، اون وقت میان عقب نشینی میکنن، تجدید نظر میکنن و دولت ها بر این مبنا عوض میشن، درست؟ اما اگر شما یک اصول ثابتی داشته باشی، بگی اینا خوبه و به هر قیمتی اینا بیاد باید پیاده بشه، اون وقت چیکار میکنی؟ سیاستت رو عوض نمیکنی، بازیت رو عوض میکنی. یعنی مثلا یه دولت دیگه ای میاری سر کار که یه ذره ویترین رو مرتب بکنی، فشار رو کم بکنی، این تصور رو ایجاد بکنی که چیزی رو پذیرفتی، اما پشت پرده کار خودت رو میکنی. نشان به آن نشانی که دولت‌های مختلفی که به نظر میرسه که به لحاظ فکری مقابل علی خامنه‌ای بودن یا دست کم با اون متفاوت فکر میکردن، اما نهایتاً خروجی اون دولت‌ها همانی شده که علی خامنه‌ای میخواسته. و در نتیجه در به ویژه در سیاست خارجی ما این گواهی حسن روحانی رو در این ویدیوی معروف میبینیم که میگه که حتی در شورای عالی امنیت ملی همه به یه چیزی رأی دادن جز یک نفر، و بعد اون باعث شد که اتفاق نیفتاد و کشور 300 میلیارد دلار ضرر. معنی این حرف چیه؟ معنیش اینه که شما چه دولت روحانی داشته باشید، چه دولت دیگری داشته باشید که مثلا رهبری اون دولت رو نمیخواد، سیاستش رو عوض نمیکنه، بازیش رو عوض میکنه، سیاست رو پیش میبره با در واقع مدل حرکتی که شما میکنی به نتیجه‌ای که خودش میخواد. ممنونم از شما محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار از پاریس با ما.